آیا به روان درمانی نیاز دارید؟ هر کسی به نوعی یه چیزی درباره روان درمانی شنیده، اما اکثرا نمیدونن چیه یا خودشونو درگیر چه چیزی میکنن. یکی از نگرش‌ها اینه که روی مبلی دراز میکشید و مثل بچه گریه میکنید. نگرش دیگه اینه که شخصی براتون دارو تجویز میکنه. بعضی ها فکر میکنن که یه شخصی بهتون یه تصویر درهم نشون میده و از شما میپرسه چی میبینی؟ مثل خیلی از چیزهای دیگه، اینا هم کاریکاتورهایی هستند که توسط فرهنگ عامه با هدف سرگرمی ساخته شدن. اکثر روان درمانی ها کسل کننده تر و شخصی تر از این حرف ها هستن. ایده پشت روان درمانی اینه که اکثر تصمیماتی که میگیریم از ضمیر ناخودآگاه ما نشأت میگیرن و تا زمانی که این بخش از ذهنمون ناخودآگاه عمل کنه نمیتونیم بر اون کنترلی داشته باشیم. از اهداف اولیه روان درمانی اینه که از بخشای ناخودآگاه ذهنمون آگاه بشیم، اونها رو بپذیریم و بر اونها تسلط پیدا کنیم. عموماً اینطوری یاد میگیرید از سلامت روانی روزانه‌تون مراقبت کنید. برای مثال وقتی به طرز غیر قابل کنترلی به خاطر اینکه همسرتون جواب تلفنتون رو نداده عصبانی میشید، چیزی در اعماق ناخودآگاهتون وجود داره که باعث میشه غیر منطقی رفتار کنید. با شروع روان درمانی میتونید در گذشته، شکل‌گیری احساساتتون، آسیب‌های روحی، مشکلات زندگی و دوران کودکیتون کند و کاف کنید و عامل اصلی رو پیدا کنید. شاید مادرتون عادت داشته زمانی که بیشتر از هر وقت دیگه آسیب پذیرید شما رو تنها بذاره. شاید تو روابطتون طرف مقابل خیلی کم در دسترس بوده یا هر چیز دیگه. وقتی علت مشخص بشه میتونید آسیب‌ها و عصبانیت رو در فضای امن بررسی کنید. اینجوری نسبت به عصبانیت خودتون بیشتر آگاه میشید. بنابراین مواقعی که از کوله در میرید احساس نمی‌کنید که در کنترل کردن اون ناتوانید. در نهایت میتونید بر احساساتتون غلبه کنید و رفتارتون رو تغییر بدید. یکی از روش‌های معروف روان درمانی کاگنیتیو بیهیویرال تراپی یا روش درمان رفتاری شناختیه. این روش برای تغییر عادت‌های خاص یا الگوهای فکری به خصوص اضطراب و افسردگی مؤثره. تو این روش بیشتر به جای احساسات ناخودآگاه روی بررسی افکار و چگونگی تبدیل اونها به رفتار تمرکز میشه. هر دو روش روان درمانی نقاط ضعف و قوت خودشونو دارن. هر دو بسته به موضوع مورد بررسی تأثیر گذارن. مشکلات روان درمانی. انتقادهای زیادی از روان درمانی میشه، اگرچه اکثرشون توسط افرادی طرح میشن که هیچ وقت تو دوره‌های روان درمانی شرکت نکردن، ولی برخی از اونا به جان. اگه قصد دارید روان درمانی بشید یا در حال حاضر اون رو انجام میدید، این چند نکته رو به خاطر داشته باشید. نسخه نویسان حرفه‌ای. مردم معمولاً روانشناس رو با روانپزشک اشتباه میگیرن. روانپزشکا دارو تجویز میکنن و متخصص بیماری‌های روانی‌ان. روانشناسا عموماً اینطور نیستن. متاسفانه چیزی که برای عموم مردم جا افتاده اینه که چه روانشناس چه روانپزشک باید برای بیمار دارو تجویز کنه. متاسفانه این موضوع در مورد برخی از دکترها صحت داره، مگر اینکه معتقد باشید از بیماری روانی رنج میبرید. در غیر این صورت روانشناس رو بهتون پیشنهاد میکنم و فقط در صورتی دارو مصرف کنید که روان درمانی در مدت زمانی طولانی جواب نداده باشه. اکثر افراد مستقیم میرن پیش روانپزشک که به اونها داروهای افسردگی یا داروهای دیگه‌ای بده. انگار نقل و نباته. پیش قدم باشید. مسئولیت روند پیشرفت خودتان را بر عهده بگیرید. بیشتر افراد انتظار دارن وقتی میرن پیش روانشناس روی یه مبل راحت بشینن و روانشناس اونها رو به طرز معجزه‌آسایی درمان کنه. گاهی حتی وقتی در جلسات روان درمانی هیچ اتفاقی نمیفته مایوس میشن و این در حالیه که هیچ مشارکتی تو این جلسات ندارن. روان درمانی فعالیتی که باید در اون مشارکت داشته باشید. در حقیقت اگه روان درمانی خوب پیش میره به این دلیلی که 80% کار رو شما انجام میدید.
باید به این ذهنیت برسید که تو روان درمانی باید روی خودتون کار کنید و روانشناس فقط کارتون رو تسهیل میکنه و شما رو تو مسیر درست قرار میده. اونها رو مربیای خصوصی ذهن و احساسات خودتون بدونید. بیشتر کار رو شما انجام میدید، اما اونا شما رو زیر نظر دارن و راهنمایی و تشویق میکنن. اگه تمایل ندارید کاری انجام بدید، پس برای کمک به شما از دست اونها واقعا کاری ساخته نیست. تعویض کنید. قانون خودیاری برای روان درمانی هم صدق میکنه. میتونید مفید بودن هر ابزار خودیاری رو بر اساس تعداد افرادی که اون رو رها میکنن ارزیابی کنید. اگه مردم اون رو رها میکنن پس جواب میده، اگه مردم اون رو رها نمیکنن پس جواب نمیده. خیلی از مردم با داستانهایی از موفقیت آمیز بودن روان درمانی اون رو رها میکنن، از جمله خودم. اما خیلی از مردم بدون اینکه پیشرفتی کنن سالها اون رو ادامه میدن. خیلی تو روابط صمیمی با روانشناس خودشون گیر میکنن. روانشناس ممکنه در ابتدا پرده از مشکلات بزرگ برداره و تغییراتی اساسی ایجاد کنه، اما در نهایت نمیتونه دیدگاهی جدید ارائه بده و بیمار باید سالها، هر هفته یا هر ماه تا آخر عمرش بیاد و بره و در مورد همون موضوع همیشگی صحبت کنه و درون چرخه‌ای گرفتار میشه که بیمار مشکلاتشو بازگو میکنه، روانشناس مشکلاتشو تصدیق میکنه، بیمار احساس بهتری نسبت به مشکلاتش پیدا میکنه و اونجا رو ترک میکنه و بعد با مشکلی مشابه یا همون مشکل قبلی برمیگرده. تو این چرخه نیفتید که پول بدید تا کسی مشکلاتتون رو تصدیق کنه. این کار هم وسوسه کننده است، هم آسونه، هم واسه شما هم واسه روانشناس. اما این کار رو نکنید. روان درمانی باید مقداری ناراحت کننده باشه، باید شما رو به چالش بکشه، باید باعث بشه به زندگیتون با دیدی تازه نگاه کنید. نباید در تمام مدت حس خوبی داشته باشید. اگه روند روان درمانیتون تکراری شده، پس وقتش رسیده که روانشناس جدیدی پیدا کنید یا کار دیگه‌ای رو امتحان کنید. در انتخاب روانشناس مثل استخدام کارمندتون رفتار کنید. مشکل دیگه‌ای که مردم دارن اینه که در مورد انتخاب روانشناس دقت به خرج نمیدن. باید طوری رفتار کنید که انگار می‌خواید برای موقعیت شغلی مهمی تو زندگیتون با اونها مصاحبه کنید. بیشتر روانشناسا جلسات مشاوره رایگان دارن که در اونجا میتونید اونا رو ملاقات کنید، اونا رو بشناسید و مشکلاتتون رو بهشون بگید. با بعضی روانشناسا به سرعت اخت میشید و با بقیه نه. بعضی از روانشناسا میتونن با مشکلاتتون شخصا ارتباط برقرار کنن و خیلی‌هاشون هم نه. زمانی که به دنبال روانشناس بودم، مخصوصا به دنبال روانشناس مرد و جوان رفتم که تو گذشته تو مهمونی‌های زیادی هم شرکت کرده باشه و قبلا آهنگسازم بوده. احساس می‌کردم اون بهتر می‌تونه مشکلاتمو بفهمه و موقعیتمو درک کنه. اوضاع خیلی خوب پیش رفت. شاید شما به کسی نیاز داشته باشید که باعث بشه احساس راحتی نکنید. کسی که شما رو به چالش بکشه و نتونید واسش عذر و بهانه بیارید. خلاصه هر مشکلی که دارید لحظه‌ای صبر کنید و این موضوع رو در نظر بگیرید که کدوم روانشناس بهتر میتونه با مشکلاتتون ارتباط برقرار کنه. انتخاب روانشناس موضوع مهمیه، جدیش بگیرید. آیا به روان درمانی نیاز دارید؟ در طول سالها به افراد زیادی روان درمانی رو پیشنهاد کردم. خیلی از اونا از انجام این کار سر باز زدن، به ویژه آقایون. بعضی هم انجام دادن، بعضی هم دوباره برگشتن و از من به خاطر پیشنهادم تشکر کردن. راستش خیلی سخته که بگید کی به روان درمانی نیاز داره و کی نداره. روان درمانی یکی از چیزاییه که خیلی گول زننده است، درست مثل روش‌های خودسازی که به ندرت البته انجام دادنشون مضره. در کل میشه گفت همه به نوعی تو برخی از موارد به روان درمانی نیاز داریم، ولی من زمانی روان درمانی رو پیشنهاد میدم که فرد توانایی کنترل مشکلات احساسی خودش رو نداشته باشه و البته مدتی برای این کار تلاش کرده باشه. حالا در اینجا علائمی رو براتون میگم که با داشتن اونها بهتر حتما روان درمانی کنید. 1. هیجاناتی احساسی داشته باشید که کنترلی بر اونها ندارید، مثل از کوره در رفتن، ترس از تعلق داشتن یا کشمکش های افسردگی. 2.
اگه کودکی سختی داشتید، اگه والدینتون تو زندگیتون حضور نداشتن یا ارتباطتون با اونها ضعیف بوده. 3. اگه تو زندگی آسیب‌های بزرگی رو تجربه کردید، مثل فوت کسی که دوستش داشتید یا مشکلات جدی سلامت. 4. اگه رفتارهای جبری دارید که بقیه قسمت‌های زندگیتون رو تحت شعاع قرار میده، مثل اعتیاد به الکل، مواد مخدر و غیره. 5. اگه اکثر روابط عاطفیتون ناکارآمد یا ناسالم از آب در میان، مثلا همیشه دعوا میکنید یا خیلی سرزنش میشید. این موضوع در رابطه با دوست، همسر و اعضای خانواده هم صدق میکنه. 6. اگه یکی از وجوه زندگیتون بقیه وجوه رو در بر میگیره. مثالای رایج برای این موضوع چیزایی مثل عقده روحی باحال بودن و معروف بودن، وسواس فکری تحت تأثیر قرار دادن دیگران، نیاز مداوم برای تصدیق شدن از جانب دیگران و حتی وسواس فکری پیشرفت، یعنی این که همیشه احساس کنید به اندازه کافی خوب نیستید. در نهایت روان درمانی چیزی نیست که ازش خجالت بکشید. در حقیقت روان درمانی میتونه تفاوت بین زندگی سالم و خوش با زندگی پر از مشکلات دیوانوار و ترسناک باشه. من که شخصا گزینه اول رو ترجیح میدم.